تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 49 از سوره بقره. اول آیه خونده بشه. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. یادتون باشه که زمانی را که شما را از فرعونیان رهایی بخشیدیم، یسومونکم سوم به معنای اینه که کسی یک کار رو دنبال پی در پی انجام بده. یسومونکم یعنی پی در پی سوء العذاب، یعنی شما رو پی در پی همباره شما رو به بدترین وجهی آزار می دادن. یذبحون ابناءکم، پسران شما رو سر می بریدن. و یستحیون نساءکم، زنان شما رو زنده نگه می داشتن. و فی ذلکم بلاء، در این امر برای شما سختی و آزمایش بزرگی بود. خب فرعون عنوان پادشاه روم، کسرا عنوان پادشاه ایران، خاقان عنوان پادشاه ترک. یعنی فرعون اسم یه نفر هم نیست، منتها خب زمان حضرت موسی فرعونی بود که اسمش هم رامسیس گفتن، رامسیس اول. الان هم در موزه قاهره جسدش هست. در سوره یونس آیه 92 داریم که ما جسد او را حفظ کردیم برای که تاریخ شاهد باشه. فالیوم ننجیک به بدنک لتکون لمن خلفک آیه. خب به فرعون گفته بودن که تو به دست یه مردی از بنی اسرائیل از بین خواهی رفت. اونم دستور داد که هر زنی پسر زایید بکشنش، چون گفته بودن مثلا امسال پسری متولد میشه که کاخ تو زیر رو میکنه. اونم دستور داد که هر زنی پسر زایید بچهشو بکشن. و اذ نجیناکم من آل فرعون، نجات دادیم شما را. این پیداست اگر کسی گرفتاره آزادش کنی، نعمت آزادی از بزرگترین نعمت هاست، آزادی از سلطه طاغوت. چون خداوند در میان نعمت ها نجیناکم میگه و اذ نجیناکم، چند تا نعمت خداوند به صراحت اسم برده. یکی از نعمت ها اینه که انسان آزاد باشه. نجیناکم من آل فرعون. و اذ نجیناکم، کلمه اذ یعنی یادت نره، تذکر داشته باشه، متذکر این باش، چون انسان یادش میده. اگر انسان یاد سختی ها و تلخی ها و شکنجه ها و اسارت ها باشه، بعد حال آزادی رو مقایسه کنه، لذت آزادی رو میچشه. ممکنه پولدارا یادشو بره که اینا پول زمان فقیر بودن. اینه که انسان میگه یادت نره یا وقت فقیر بودی. خدا به پیغمبرش میگه که یادت نره علم یادت که یتیمن فآوا، شما یتیم بودی ها، و بعدت که والن فهدا، متحیر بودی ها، به تو رو هدایت کردیم، و بعدت که عائلن فاغنا، فقیر بودی ها، گیج بودی، متحیر بودی، فقیر بودی، آواره بودی، یتیم بودی. که خود خدا پیغمبرش میگه یادت نره، نعمت ها یادتون نره. و این کنتم من قبل فی ضلال مبین، مسلمان یادتون نره، یادتون میاد قبلا چی بودید. این که انسان یادش نره چی بوده خیلی مهمه. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه شروع میکنه از قبل از تولدش، میگه که من چی بودم چی بودم چی بودم چی بودم، تا بالاخره
از رحم مادر و تولد و شیر مادر و رشد و عقل و فطرت و کجا متولد شد، در چه زمانی متولد شد، چجوری رشد کرد. انسان گاهی وقتا یادش میره، یادش میره که کوچیک بود یه مگس هم رو صورتش میشست، این دستش جون نداشت که این مگس رو بلندش کنه. حالا ماشاءالله دست جوری شده که آبشار میزنه، وزنه برداری میکنه، قوی شده. خب حالا نرزان تو همون دستی داری که نمیتونستی مگس رو بلند کنی، حالا میتونی، مشت محکم شده. خب از این قدرت چه استفاده میکنی؟ انسان یاد گرسنگی ها، دربدری ها، فقر ها، جهل ها، تحیر ها، مرض ها، تلخی ها باشه. بعد وقتی اینا رو تو عرف الاشیاء و ازداد ها، بعد نعمت اینا رو میبینه، میبینه چقدر نعمت مهمی اینها رو. این مسئله مهمیه. یادتون نره، چون انسان گاه یادش میره. وقتی یادش میره همیشه خودشو به بالا دستا مقایسه میکنه. یادتون نره شما گرفتار فرعون بودید، شما رو شکنجه میداد، پسراتون رو میکش، زناتون رو زنده نگر میداشت. یه امتحان سختی بود. یاد نعمت ها، ناگواری ها و آزادی ها هر دو وسیله آزمایش و تربیتن. بلا امر رب بکن، بلا یعنی بلا یعنی آزمایش، بلا امر رب بکن یعنی از طرف پروردگار شما، چون خدا رب بکن، رب مربی، چون میخواد شما رو تربیت بکنه، شما رو تو سختی میندازه تا ببینیم شما چند مرده حلاجید. چون طاغوت ها برای حفظ سلطنت خود دست به هر شکنجه ای میزنن. یسمونکم یذبحون ابناءکم، دست به هر سختی اینها میزنن. درسی که از این آیه میگیریم، یک، انسان یادش نره گاهی بنشینه یه صفحه باز کنه، تلخی ها، شیرینی ها. انا ضعیف الذی قویته، تو مناجات داریم امام میگه خدای ضعیف بودم قمده. انا جاهل الذی علمته، جاهل بودم باستان کرد. الان اطشان الذی ارویته، تشنه بودم سیراب کرد. اوریان الذی کسوته، برهنه بودم پوشونده. انا القلیل الذی کثرته، کم بودم زیاد کرد. این مقایسه بینی که چی بودم چی شد. ما خواسته باشیم قدر انقلاب بدونیم، باید حساب کنیم. مثلا رجایی ها برای نماز شلاق می‌خوردن، چمران ها، رجایی ها، چقدر شکنجه‌گرها، شکنجه‌گران، افراد شکنجه می‌کردن. الان مقایسه بکنیم. این نعمت چشم شما یه لحظه ببند، بعد ببینی همه دنیا رو شما بسته شد. با یه پلک یه نمیدونم چند گرمه، 2 گرم، 3 گرم کمتر، با 2-3 گرم بسته بشه، دنیا رو تو بسته میشه، باز میشه. شما تا حالا گفتی الحمدلله پلکم فنر داره. شخصی چشمش سالمه ولی فنر پلکش پاره شده، چشمش روهمه. هر کسی میخواد ببینه با دستش به جای فنر بالا میکنه، احوال شما خوبه، بچهاتون سالمه، خوش آمدید. بعد میفته پا یه دقیقه میشه باز دوسته میگه که چایتونو بفرمایید، خیلی خوش آمدید. باز میفته پا. یعنی همین فنر پلک شما پالو بشه، یک دست باید، یه دست چند کیلویی باید مسئول 2 گرمه باشه. ما چیزی نیستیم. یادتون نره نعمتای فطری، نعمتای مهمه، خیلی مهمه. خب از آیه 49 بگذاریم. خدایا یه دعا کنم. خدایا لحظه های غفلت ما رو ببخش و هر وقت ما غافلیم خودت به ما تذکر بده. تو دعای مکارم الاخلاق امام سجاد میگه نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله. خدای هر وقت اوقات غفله، وقتی که من غافل میشم، نبهنی لذکرک، خودت منو متنبه کن با یاد خودت. حالا هم نعمتای فردی، هم نعمتای قبیله‌ای، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و این یاد نعمت آباد باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.